سلام مجدد خدمت شما بینندگان، قبول باشه طاعات و عباداتتون انشاءالله خیلی زود روزی هممون بشه و این صدای ملکوتی از آن رو از صحن و بارگاه پر از نور سید الشهدا علیه السلام از نزدیک هم زیارت بکنیم و این صدای ملکوتی رو اونجا بشنویم. امروز روز دوشنبه است و یک فرهنگ خوبی رو دارن دوستان ما در فضای مجازی برقرار میکنن، چون میدونید که هر روزی رو منتسب به یک عزیزی از حضرات معصومین کردن. روز شنبه مال وجود نازنین آقا رسول الله، روز یک شنبه امیر مؤمنان و صدیقه طاهره سلام الله علیهما، امروز مال دو سبت آقا رسول الله یعنی امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین است. منتها از جایی که امام مجتبی علیه السلام در قربت خاصی به سر میبرن و شبهای جمعه اختصاص به امام حسین داره، دوشنبه ها رو دارن اعلام میکنن که دوشنبه های حسنی و بحث کریم بودن حضرت رو در قالب های مختلف اهل هنر هم دارن زحمت میکشن و ما خوشحالیم که امروز رو در کنار یک حسن دوست داشتنی خوب هستیم. همه این توضیح ها رو گفتم، همون فرهنگر معرفی بکنم و هم صدیق مکرم حضرت حجت الاسلام شیخ حسن آقای شفیعی که راست راستی خوشحالیم در خدمت شدیم. آقا جان سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. مقدمه ای که شما چیدید دیگه نمیدونم این مقایسه معرفی این مدلی صحیح بود یا نبود. نه من مقایسه نکردم، حسن رو عرض کردم از جنس کرامت. انشاءالله یاد بگیریم هممون کریم باشیم تو زندگی هامون انشاءالله. و خواستم یه جوری بگم دوستتون دارم، چون روایت اهل بیت بری دعا کنید که انشاءالله غیر از نام بتونیم از بقیه کرامات و فضائل و منویات اهل بیت علیهم السلام هم استفاده بکنیم، بالاخره پیرو و اهل بیت باشیم اونطوری که خودشون دوست دارن و مرضی رضای امام عصر و الله الفدا. هر خدمتتون هست. من یه چیزی رو جلو دوربین بگم، حالا این حرفا شاید خیلی برای برنامه ولی میخوام از اون خوش بودن فضا بیایم بیرون. من هر وقت سراغ اسم شما توی گوشیم میرم یاد اون خاطره اول و باغ امام حسن و حسن در حسن در حسن است. خلاصه برای همین خیلی ارادت ویژه دارم خدمت شما و انشاءالله که با صاحب اسمتون محشور بشید و ما رو هم دستگیری بفرمایید. خب با بینندگان ما یه چاپ سلامتی بکنید. بله، عرض سلام و این ایام ایام عزای اهل بیت علیهم السلام هم هست، عرض تسلیت هم دارم. بالاخره اقوال در مورد شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها چند نقل هست، یکش هم همین ایام هست و در کنارش حالا ما قومی ها ولی یه نعمت ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم ایام ارتحالشون همین چند روز گذشته بود. تسلیت میگم محضر همه بینندگان عزیز، انشالله که پیروان خوبی باشیم برای اهل بیت، بتونیم در نشر معارف و فضائل اهل بیت هم کاری کرده باشیم انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. به رسم ادب تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب گفتمان ما قرار است بر نقد ادله خلافت خلفا باشه. بله. خیلی اسمش پل تنتراقه و انشاءالله مباحثی رو هم که از زبان شما میشنویم برای مردم جذاب خواهد بود. انشاءالله توفیق داشته باشیم. من یه مقدمه ای رو عرض کنم. ما چند سالی رو توفیق داشتیم در یک مؤسسه ای در همین شهر قم در بنیاد امامت شاگردی حضرت آیت الله میلانی رو بکنیم و خب خیلی چیز یاد گرفتیم تو فضای امامت. اصلا امامتی شدن ما و افتادن تو همین بحث از همین مؤسسه شروع شد و اینو دارم مقدمه میگم که بالاخره بدونین این بحثی که الان آماده شده چه مسیری رو طی کرده. یکی از درس‌های خیلی شیرین ما اونجا، کلاس‌هایی که حالا شاید 7 8 سال ازش گذشته، بحث همین نقد ادله خلافت خلفا بود که نسبت به بقیه درس‌ها اصلا یک رویکرد جدیدی داشت. ما معمولاً تو فضای امامت عادت کردیم به اینکه جواب بدیم و همیشه حمله از سمت مقابل بوده. ما در طول این هزار خورده سال همیشه مدافع بودیم، اما
این درس رویکردش رویکرد تهاجمی بود در حقیقت، و استاد بزرگوار ما که این درس رو باشون داشتیم، شیخ نجم الدین طبسی، استاد که بله دیگه در تحقیق و بالاخره پژوهش ایشون شکی نیست، تألیفات فراوانی، اتفاقا همین درسی که ان شاء الله توفیقی بشه ما بتونیم در خدمت شما باشیم، حالا در برنامه تلفظی حتما اگر این بزرگواران بالاخره بتونید استفاده کنید که خیلی دیگه. این درس بعداً تکمیل شد و استاد این رو یک تألیف کامل کردن و چاپ شد، یعنی الان همین کتاب به همین نام نقد ادله خلافت البته تغییری کرد، و من این جزوات و دست نوشته هایی رو که از همون سالها دارم و البته حالا این کتاب رو هم دارم یک کمی تکمیلش بکنم بحث ها رو از همین کتاب، ولی خب روی کردش به نظر من این که حالا شما تماس گرفتین و مطرح شد که چه بحثی باشه، به ذهنم آمد این بحث جدیدیست، یعنی حالا جدیده که شاید کمتر گفته شده، شاید بودن ولی اینطوری جمع بشه و ادله ای رو که آقایون برای خلافت خلفا بیان میکنن اینا نقد بشه، یه دفعه ما حمله بکنیم اونها بشینن جواب بدن، ما هر چی که اگر البته جوابی داره، آره اگر جوابی باشه، ما به این عادت کردیم که حدیث قدیر رو ما مطرح بکنیم، بشینن اشکال سندی بکنن، بشینن اشکال دلالتی بکنن به مضمونش، به محتواش، به اینکه این چند بار تکرار شده، آیا معنای مثلا کلمه مولا چه، هی داشتیم جواب میدادیم در طول این سال ها. یا آیه بیاریم، آیه اول الامر رو بیاریم، آیه ولایت رو بیاریم، بشینن بگن نه این شأن نزولش اینطور نیست اونطوره، بالاخره میخوام بگم هی داشتیم جواب میدادیم. حالا روی کرده ما تو این بحث به تبع شیخون الاستاد آقای طبسی اینه که ما ادله ای رو که اونها بیان میکنند رو توش خدشه میکنه، میگیم بالاخره شما یک کسانی رو انتخاب کردید به عنوان خلفای پیغمبر و ادله ای هم داشتید، ببینیم ادله چطوره، آیا ادله درست است درست نیست، اگر تمسکی کردید استدلالی کردید آیا استدلال کامل هست یا کامل نیست، اگه آیه ای آوردید روایتی آوردید، اینا هست و کلیت بحثی که حالا انشالله اگر توفیق داشته باشید. من یه نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، انشالله ما روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای شفیعی خواهیم بود، حالا موضوعیت این برنامه یعنی این جلسه دو نفریه ما، چون میدونن دوستان بیننده از روز شنبه که این برنامه استارت خورد پارت دوم که بعد از اذان باشه، هر روز در خدمت یکی از دوستان خواهیم بود، بعد دوشنبه ها رو در خدمت شما خواهیم بود انشالله، با همین موضوع انشالله گفتمان خواهیم کرد و تلمذ میکنیم پای مکتب اهل بیت و انشالله از بیان جناب آقای شفیعی عزیزمون بهره خواهیم برد. پس دوشنبه های ما میشود نقد ادله خلافت یا حالا خلافت خلفا. در خدمت شما هستیم. اول من این نکته رو بپرسم که چقدر وقت داریم؟ ما قرار است با شما 25 تا 30 دقیقه همراه باشیم، چون دیگه ما باید یک آنتن رو تحویل بدیم. انشالله. یه میان برنامه نفسم فسطش تقدیم میکنم. انشالله. به خدمت شما که حالا پس یک ساعتی شما دو دقیقهش رو فاکتور بگیرید، 20 دقیقه دیگه در خدمت شما. انشالله. من یادآور میشم. خواهش میکنم. خدا به شما خیر بده. سلامت باش. ببینید من این مقدمه رو عرض میکنم قبل از اینکه وارد خود ادله بشیم، چند تا راه رو آقایون برای اینکه به خلیفه پیغمبر برسن تصور کردن، این بالاخره حالا یا حصر عقلیه یا خدمت شما که اینا محصور کردن، اینش خیلی برای ما مهم نیست، مهم اینه که این آقایون بیان کردن که برای انتخاب خلیفه پیغمبر یک کدوم از این چند راه باید خلیفه انتخاب بشه. این رو از احمد حنبل نقل میکنن. حالا من میتونم یک وعده کلی بدم به این که همه آدرس های این عرایز بنده در همون کتاب نقد ادله خلافت استاد شیخ نجم الدین طبسی هست که انشاءالله هفته آینده همراهتون بیارید، من آره. ببینن دوستان جلدش رو حتما و حالا فهارسش رو با هم بررسی بکنیم، و میتونم مثلا خورد هر مطلبی رو که میگم آدرسش رو هم بدم که این فکر کنم یکم هم کسل کننده باشه هم وقت ما رو بگیره، ولی خب میگیم بعدش بین خوبان کنید. اینو در مجموعه الفتاوا جلد 35 صفحه 31 این نکته رو که الان دارم عرض میکنم
نقل میکنن از احمد حنبل که برای رسیدن به خلیفه پیغمبر یک کدوم از این راه ها باید بشه، یا باید مردم اختیار کرده باشند و انتخاب کرده باشند خلیفه پیغمبر رو، یعنی پیغمبر واگذار کرده باشند به مردم که خودتون برید انتخاب بکن، که با فرهنگ ما نمیخونه، با فرهنگ خودشون هم شاید نخونه، چون بعدن ما دیدیم که در مورد خلیفه دوم این فرهنگی کلن رفت کنار و خلیفه اول خلیفه دوم انتخاب کرد. بله خب میگم که خب اولشون هم با مردم نبود، قطعا نقشه هایی بود که خودشون چیده بودن. خب قطعا همینطور، اصلا همه این حرف ها مال بعد از اون انتخاب هاست، یعنی اون اتفاق ها افتاد بعد نشستن این حرف ها رو نوشتن، طور نبود که مبنا دستشون باشه طبق مبنا انتخاب بکنن. بله از یکی از استنادات که ما تو همه این ادله میاریم اینه که اگه این دلیله چرا خودشون در سقیفه بهش استناد نکردن؟ دقیقا. اگه شما نشستین آیه رو آوردی چرا مثلا خود خلیفه اول در مثلا سقیفه نگفت من خلیفه بشم به این دلیل؟ یکی اینی که همه جا دیگه روتین خواهیم گفت انشالله تو هر دلیلی که آورد. از آقای احمد حنبل این نقد شده که خلافت یا به مردم واگذار شده که خودشون انتخاب بکنن و اختیار با مردمه، حالا مردم که میگیم یعنی مسلمان ها، یا اینکه پیغمبر روششون این بوده که با نص خفی یعنی با کنایه با بالاخره معرفی ضمنی خلیفه بعدی رو مشخص بکنن، یا اینکه نه علنی بیان کردن، یعنی وایستادن رو به روی مردم و تصریح کردن به اینکه فلان آقا بعد از من خلیفه است، وصی منه، جانشین منه و دیگه بعد از من دنبال این آقا برید. یک کدوم از این سه تا راه باید بشه عرض کردم، این نمیگیم حصر عقلیه، این حصریه که بالاخره آقای احمد حنبل که دیگه از بزرگان علمای عام حساب میشه و از کتبش از معتبرترین کتبه ایشون بیان میکنه، ما تو همین فضا حرکت میکنیم، میگیم باش قبول میکنیم که یک کدوم از این سه تا راه باید باشه، ما هم اتفاقا به یک کدوم از همین سه تا راه معتقدیم، جای دوری نمیریم. بله خب ادامه این، ما چند مورد رو از کسانی که هر کدوم از اینا رو انتخاب کردن، مثل ابن ابوالحدید، اینم هم اول شرح نهج البلاغه صفحه 7 جلد 1 اول شرح صفحه 6 و 7 این مطلب که میگه نه ما از این سه تا راه دو تاش به کنار هیچ نص خفی و نص جلی در مورد خلیفه پیغمبر اصلا نداریم. البته اون روش خوبه، حالا یا اون زمان واقعا اینطور بوده، گزارشی که میده اینه که هیچ کدوم از علمای عامه، علمای مسلمان در حقیقت، حالا او که دیگه ما رو خیلی مسلمان هم شاید ندونه، میگه هیچ کدوم از علما نه قائل به نص خفی هن نه قائل به نص جلی هن. همه معتقدند که پیغمبر انتخاب خلیفه رو، انتخاب حاکم رو به خود مردم واگذار کرد. خب خیلی سلیس و روشن اول شرح نهج البلاغه میتونن برن نگاه کن. حالا این دیگه تو بحثا این نکات به دست میاد که تا میگی ابن ابوالحدید، بعضی صداشون در میاد که ابن ابوالحدید کی گفته سنی بوده؟ بس کی در همین شرح نهج البلاغش حرفهایی که زده به ضرر عامه بوده و شیعه ازش استفاده کرده، دیگه تا اینجا پیش میاد. راحت ترین کار اینه که بگی با اصلا کی گفته ابن ابوالحدید سنی بوده؟ ابن ابوالحدید سنی نبوده، خودش یه مدل شیعه بوده در اصلا ما حرفش رو مثلا قبول نداریم. این کارم میکنن، یعنی میخوام بگم وقتی تو فضای بحث با اینها میری وقتی از اینا استفاده میکنی، آدرس دیگه و سند دیگه، ذهبی دیگه در سنی بودن ذهبی دیگه تردیدی نیست، یا ابن خلدون، اینا دیگه سنیایی هستند که این وصله ها بهشون، وصله تشیع بهشون در حقیقت نمیچسب. اینا هم همین حرفو میزنن، میگن که بله انتخاب مردم، اختیار مردم، مسلمونا باید جمع بشن، اصلا واگذار شده این امر به خود مردم و پیغمبر کامل باشونو کنار کشیدن، گفتن اصلا به من ربطی نداره، من دیگه کار خودمو کردم، مسئولیتمو انجام دادم، میرم دیگه خودتون میدونین که بعد از من کی انتخاب کن. نه نص خفی رو پذیرفتن، نه نص جلی رو.
نه معرفی زمینی توسط پیغمبر رو قبول دارن، نه که البته نیست دیگه، حالا قبول ندارن که نبوده، عمل کردشون چنین بود. اینا یکم انصافشون خوب بوده که اونه که یاد خلاف مثلا سیره پیغمبر نص جلی رو اونم در معرفی مثلا فرض کن مثل ابوبکری ادعا میکنه و میاد اثباتش کنه، دیگه خیلی پرته، یعنی واقعا دیگه انصاف رو زیر پا. آره انصاف رو زیر پا. این که من گفتم اینا حالا یکم انصاف رو رعایت کردن به این جهت، والا انصاف اصلی رو که رعایت نکرد. مثل سرخسی ایشون میگه که نه، انتخاب مردم نیست، نص خفی، نص خفی داریم در معرفی خلیفه. حالا نص خفی مثل همین صلات ابوبکر رو مثال میزنه، میگه نمازی که پیغمبر حواله دادن به این که ابوبکر بره جای من نماز بخونه، یعنی به مردم یه جوری نشون دادن که آقا بدونید بعد از من جانشین من مثلا جناب آقای ابوبکر مثلا. اینو بهش میگن نص خفی. بله، اگه مثل امیرالمومنین سلام الله دستشون رو در غدیر بگیرن معرفی کنن من کنتو مولا بگن، این میشه نص جلی. اما میگن نه، نص جلی نداریم، انتخابم با مردم نیست، اصلا مردم در این فضا نیستن که بخوان خلیفه برای پیغمبر انتخاب بکنن، لذا نص خفی رو پذیرفتن. پنهانی. آره، اشاره ضمنی پیغمبر به این که بالاخره یک کسی مثل ابوبکر که سن و سالی ازش گذشته و بالاخره از مسلمان 50 تا مسلمان اول هم هست، بالاخره ایمان و اظهار اسلام کرده، من الان تشخیص میدم که او بیاد جای من نماز بخونه، و من تشخیص میدم که جای من نماز بخونه، یعنی اگه قرار بشه بین این اصحاب من یه نفر جانشین من بشه، مثلا باید بگیم، حالا میگن دیگه، میگن مثلا همین دلالت کنه، نمیخوام خیلی هم تصریح بکنم، این کلامی است که اونها گفتن، مردم دقت بفرمایید. بله دیگه، آره، چون یاخته تقطی میشه این حرفا، ما از همش ادله ای رو دارن جناب آقای شفیع بیان میکنن از بیانات خود اهل عامه ای که خیلی هم بهش پایبند نبودن، یعنی عملکردشون اقلا بر این سه ادله نبوده است، یا اینکه باید پیغمبر خیلی واضح میفرمودند که آقا این طرف به جای من، یا اینکه مردم انتخاب میکردن، یا اقلا به قول کوچه بازی اقلکنش اشاره‌ای مثلا به عنوان حالا نص خفی که میبینیم تو هیچ کدوم از این موارد جایی نمیگیره. خب ما یه معادله داریم، تو بریز داخل این معادله جواب رو بگی، هنوز این جواب رو تو این معادله در نیومده. و اون که دیگه روش از همه این قبلی ها بیشتر بوده، ابن حجر هیثمی، ایشون میگه نخه، نه انتخاب با مردم، پیغمبر به مردم واگذار نکردن، نه بحث نص خفی و اشاره ضمنیه، بلکه پیغمبر تصریح کردن به اینکه، میگم این دیگه واقعا نوبره، یعنی خود علمای عامه هم اینجا که رسیدن. بله، ما نمیگیم مرغ پخته در قابلمه به این حرف میخنده، میگیم خود علمای عامه هم وقتی اینجا رسیدن یک نیشخندی زدن و بالاخره رد شدن از این. ولی ادعای ابن حجر هیثمی خلافاً لهمه علمای عامه، یعنی واقعا تکه در اینجا علمایی که ما میگیم، حالا اینا کسی که دیگری رو هم داریم من حالا پیدا کردم اینجا هم نبود، یعنی در بیانه استاد هم نبود که تصریح بکنه به این که خلافت به نص جلی پیغمبر، یعنی پیغمبر آره دست ابوبکر رو گرفتن معرفی کردن علنی که الا بالله خلیفه بعد از من ایشونه و بعد دیگه وصی من این باشه و دنبال این برید و این حرفا. میگم دیگه حالا به همین قطعا او خبن برای این مراد و منوال قبول داره که مولایی که در قدیر بیان شده به عنوان دوسته، اونجا رو دیگه باید یه جوری زیرابشو بزنن. بله، یا میگن پیغمبر نه، اون موقع واقعا میگم مدلای مختلف توجیه میکنه، اینکه حالا پیغمبر اون وقت نه، واقعا خلیفه که انتخاب کردن امیرالمومنین بود، ولی بعدا دیگه یه وقت یه کمی جلوتر که ما دیدن نه، فکراشونو کردن، آره دیدن نه شاید مثلا نشه و ابوبکر شاید بهتر باشه مثلا. این لبخندی که من میزنم دیگه لبخند، آره بفهم که این حرفایی که داریم میزنیم واقعا همین خنده داره. حالا یعنی اگه تختی هم میشه یه وقتی یه تیکه از صحبت ما با این لبخنده در کنارش، حتی اختیار نیست، واقعا خنده داره، واقعا هم خنده. خیلی خب، پس سه تا نظریه رو
به نقل احمد حنبل برای انتخاب خلیفه بیان کردند و در این سه تا نظریه هم ما هر کدوم برای هر کدوم شاهدی رو آوردیم که کیا معتقدن به این. حالا اگر که میان برنامه ای داریم بله یه فاصله دوستان میام رو بگیریم برگردیم و ادامه بحث رو با هم مرور بکنیم. خوش آمدین به برنامه خودتون، برنامه بربال ملائک. بنده سید حسن عین موسوی خدمتگزار شما و مهمان امروز روز دوشنبه جناب حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی پیرامون نقد ادله خلافت در نگاه حالا اهل عامه داریم صحبت میکنیم و مواردی رو بیان کردن در قسمت قبل و ادامهش رو اکنون با هم میشنویم. خواهش میکنم خدمت شما که این آقایون بعد از گالا این سه تا نظر رو عرض کردیم، این آقایون آمدن دیدن که خب یه دوره ای دوره قهر و غلبه بود، یعنی دوره ای بود که با زور سرنیزه به اصطلاح حکومت رو به دست گرفتن. حالا دیگه تاریخ مواردش رو بیان کرده، ما شاید وقتی توی یکی دوتا از برنامه ها اشاره ای داشتیم، شاید دهه اول محرم بود با هم دیگه صحبت میکردیم، شاید اینطور که تو ذهنمه بعضی از مصادیق این که میگه حالا با قهر و غلبه است که نمونه بارزش اتفاقی که بعد از شهادت پیغمبر نسبت به حضرت زهرا سلام علیها و امیرالمومنین افتاد، این که دیگه کسی منکر نیست. بله. لااقلش یه حرفی هم باشه، لااقلش در آتش بردن یا هیزم بردن در خونه دیگه متفقیم. اگر نگیم که به نقل خود عامه که لودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه که اشاره مستقیم میکنه ابوبکر اون لحظات آخرش، کاش که بیت رو کشف نمی کردم، یعنی وارد خانه نمی شدم. حد که حرمت حد که حرمت یه چیزی نه، البته فراتر از حد که حرمت، حد که حرمت با همون در خانه رفتن و صدا بلند کردن محقق میشه. حد که حرمت داد بزنی جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن سخن میگن، این کشف کردن یعنی وارد شدن، این ورود قطعیه. میگم حالا فرض کنید که این مقدار رو هم ما کوتاه بیایم، لااقلش زور بوده دیگه. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن با اختیار خودشون، حضرت زهرا سلام الله با اختیار خودشون بیعت کردن که دیگه هیزم بردن و نمیدونم داد بیداد کردن و شمشیر کشیدن، این حرفا نداره دیگه. تا برو به کشته شدن مالک ابن نویره و افراد قبیلهش و این حرفا بکش. پس یه زمانی بلا شک نشبه حکومت خلیفه اول با سرنیزه محقق شد، اما اینو دیگه نمیشه تا هزار سال کشش بدی بگی که بله این باید همین اتفاق میافتاد و اتفاق صحیح هم همین. لذا اینها آمدن به چهار دلیل عمده آمدن شروع کردن بیان استدلال هایی از عقل یا آیات یا روایات که آقا ما اصلا کار به قهر و غلبه و اینا نداریم، اصلا خلافت ابوبکر قطعی است و مسلمه و صحیحه به این دلیل، دلایلی رو بیان کرد. خب چی شد که اینا به این فکر افتادن؟ اولا در افضلیت خود ابوبکر بین خودشون اختلاف، یعنی غالبشون این رو نپذیرفتن که ابوبکر افضل صحابه بوده، که حالا بگیم چون افضل بوده پس عقل هم حکم میکنه به این که پس ایشون باید مثلا خلیفه پیغمبر باشه. این بینشون اگه اتحاد در این داشتن، ابوبکر رو افضل میدونستن، کار شاد براشون راحت و میگفتن خب افضل همم هم قبول دارن، پس اجماع بر افضلیت ازش استفاده میکنیم برای این که اگه قرار بود انتخاب با مردم هم باشه باید او انتخاب میشد، اگرم نه با پیغمبر بود پیغمبرم افضل رو انتخاب میکنه. چون موقع مفضول رو که همین ابن عبدالحدید جایی میگه در همین اوائل نهج البلاغش که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل،
خدایی رو شکر که ابوبکر که فضیلتش کمتر بود یا اصلا بود. فضیلت نداشت رو برتری داد یا مقدم کرد مثلا بر امیرالمومنین سلام. خب یعنی خیلی هم پایبند به عقل نیستن، خلاف قاعده عقلی هم حاضرن راحت مثلا بپذیر. بگن آره و افتخار میکنه، یعنی خدا رو هم شکر میکنه الحمدلله که البته میتونه کنایه هم زده باشه. اگه کنایه باشه گل به خودی کنایه به خودشون زده. بله. مگر اینکه بگیم همون حرف اینا دیگه، مگر اینکه بگیم آه یه رگی از تشیع درش بوده، تشیع معتزلی بوده، حالا به هر حال همه جا این رو تصریح دارن. بله. خب پس نکته اول همین اختلاف در افضلیت ابوبکر، این بین خودشون چون اجماع برش نبود دیدن باید برن سراغ راهکار دیگه ای. نکته دوم برعکس این که حالا در مورد ابوبکر اختلاف نظر هست، علمای بغداد که حالا بغداد میدونید دیگه مرکز علم بود، هم قدما هم متأخرینشون، اینها متفقون علیهن بر این نکته که امیرالمومنین سلام الله علیه افضل صحابه. یعنی از اون طرف برای ابوبکر نتونستن به اجماع برسن، از اون طرف به امیرالمومنین سلام الله علیه که میرسیم میبینیم مرکز علمی جهان اسلام مثل بغداد، بغداد قدیم، بغداد جدید در دو دوره ای که تقسیم میشه، همون دوره که حالا مثلا فرض کنید مرحوم شیخ مفید، اینا همه زعمای شیعه بودن در بغدادی که چهار فرقه اهل سنت هم اونجا مرکز علمیشونه، یعنی فضای علمی همه جوره بود، همه جوره فراهم بود، با هم دیگه زد و خورد علمی داشتن، گفتگوی علمی و مباحث علمی داشتن که حالا دیگه نقلم شده. تو اون فضا همه متفقن بر این که امیرالمومنین افضل، خب اینم باید حلش کرد. از اون طرف بصره همینطور، بصره هم که یه دوره ای بالاخره چیز بود، غالب علمای بصره هم نظرشون این بود که بین صحابه امیرالمومنین سلام الله علیه افضل و شکی در این مطلب نیست. خب اینم شد غوز بالای غوز، ما در ابوبکر نتونستیم به اجماع برسیم، از اون طرف می‌بینیم که امیرالمومنین سلام الله علیه اصلا یه مثل بغداد مثلا مسلم گرفته شده، بصره غالب به این اعتراف دارن. خب اینم باید یه جوری بالاخره حلش بکنیم دیگه، اگر امیرالمومنین افضله بس، اگه این آقا بس تو اون بالا چیکار میکنی مثلا، حالا اینو باید یه جوری حلش کنیم. و مشکل بعدیشون این بود که ادله ای رو که آوردن که خب اونایی که میگن واگذار شده به مردم، اینا یه سری دلیل آوردن، ادله ای که آوردن ادله سستی بود، یعنی گفتن برای بستن دهن مردم کوچه و بازار، اما تو فضای علمی دیدن هم پسش برمیان، یعنی نمیتونن این حرف رو به کرسی بنشونن که بالاخره واگذار شده خلافت پیغمبر، واگذار شده به مردم. کجا واگذار کرد پیغمبر به مردم؟ انتخاب خلیفه، وقتی یک جنگ مثلا میخواست بره 20 روز در شهر نباشه، اون خلیفه و کسی که قرار بود جای پیغمبر بمونه او رو هم واگذار رو میکردن به مردم که شما حالا خودتون یکی انتخاب کن، ما داریم میریم جنگ دی، حالا سرمون هم شلوغ، حالا برای بعد از خودشون که دیگه برگشتی به صورت ظاهری نیست، واگذار کنن به مردم. نتونستن از پس این هم بر بیان و ادله‌ای که آوردن ادله حالا آخوندیش لایت چسبکی بود، خیلی خودشون هم به دلشون نشست. و نکته بعدی هم وضوح ادله ای بود که می آوردن برای، یعنی بیان شد از طرف شیعه بر لزوم انتخاب جانشین توسط پیغمبر. ما هم یه سری ادله ای داریم برای اینکه بالاخره پیغمبر باید برای بعد از خودشون جانشین مشخص بکنن، اینم نتونستن خیلی جواب بدن بشی، لذا گفتن بذارید این فضا رو اصلا بذاریم کنار، بریم تو دلیل ساختن برای این عملی که الان صورت گرفته. آره، محقق شده گذشته، حالا یه چیزی میگم عرض کردم، قبل نشستن بشینن اینو مشورت کنن بعد انتخاب بکنن، اول انتخاب کردن تموم شد رفت، بعد شروع کردن حالا گفتن و بیان این حرف، نجات خودشون از این مهلکه. و اینها من یه چند مورد رو هم نوشتم که خب حالا که دیدن از پس این چهار تا مشکل نمیتونن بر بیان، باید دلیل بسازن و بتونن ارائه بدن در فضای لاعقل تو مسجداشون و همون عوام مردمشون،
نه تو فضای علمی ما اینو خیلی قبول نداریم. شروع کردن یه سری استدلال کردن، مثل که وقتم تمامه من بل. آره. یکی دو دقیقه یه دقیقه میتونم آره یک دقیقه بلی که ابتر نمونه. خیلی خوب، مثل آقای قرطبی آمده استدلال کرده هم به احادیث هم به روایات، یعنی یه چند تا حدیث آورده، هم احادیث هم آیات، هم چند تا حدیث آورده تا ثابت بکنه ابوبکر خلیفه است، هم چند تا آیه آورده تفسیر کرده استدلال آورده تا بگه ابوبکر خلیفه است، و بعد دیده نه خیلی به دل خود، این جالب بود برای خودم، خیلی همچین چند تا آیه میاره، چند تا روایت میاره، بعضی از این روایت ها تصریح بر این که حدیث جعلی، اقتدوا مثلا باللذین من بعدی، اقتدا بکنید به این مثلا دو نفر بعد از من، ابوبکر و عمر مثلا، آخرش همه اینا رو کنار هم دیگه ردیف میکنه، به دلش نمیشینه. میگه علمای سلف، علمای گذشته گفتن که ابوبکر خلیفه است و خلیفه برحق هم هست، اونا حرف چرت نمیزنن، ما به حرف همینا تمسه حسن زن داریم، به حرف علمای گذشتمون، اونا گفتن ابوبکر خلیفه است، ما میگیم حتما یه چیزی داشتنیه، استناد داشت. بوهت الذی کفر، یعنی دیگه این چی بگیم، چی جواب به این بدیم، تو خودت هر چی آیه تونستی ردیف کردی، هر چی روایت هم که گشتی تو کتاب پیدا کردی، جعل کردید، هر کاری کردید آوردید، باز در کنار از در کنار هم گذاشتن همین آیات روایت باز به نتیجه نرسیدی، و میگی نه حالا چون علما گفتن ما هم قبول میکنیم، ما هم قبول میکنیم. سعد طفتازانی همینطور، و چند مورد آیه آوردن، روایت آوردن، استدلال به اجماع کردن، مردم جمع شدن و این حرفا، که حالا اینا رو انشاءالله این مقدمه کردم، ما میخوایم همین استدلال ها رو، آیاتی رو که آوردن، روایاتی رو که آوردن و دلیل اجماعی رو که بیان کردن برای این که بگن ابوبکر خلیفه پیغمبره، اینا رو اگر توفیق داشته باشیم هر جلسه ای، هر دوشنبه ای به شرط حیات و توفیق یکیشو بیان کنیم، اشکالاتشو بگیم. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، خدا بر توفیقات شما بیفزایه. سلامت باشید. و ممنون از شما بینندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید. پس دوشنبه هامون رو با این موضوعی که برای ما بار اعتقادی خیلی خیلی حساس و خاصی داره، چون هم حب هم بغض در این موضوع تقویت میشه، بحث انتخاب امام که اعتقادات شیعه بر چیست و حالا چرا ما با اونها در خلافیم در این موضوع، و یک سری چرایی هایی که قطعا برای ما هست، همیشه هم هست، نمیتونیم بگیم آقا خب 10 تا مجلس رفتیم دیگه تمام شده، این چرایی ها هست و هر روزه هم برش میافزایند خودشون با یک سری مباحثی که خنده‌دارتر از اینها هست به تعبیری. اینها رو بررسی خواهیم کرد و انشالله نتایج خوبی رو توی این برنامه این روزهای دوشنبه دریافت خواهیم کرد. دعوت میکنم که همیشه برنامه ما رو دنبال بفرمایید. در پناه حضرت حق باشید، صحیح و سالم و تندرست. یا علی مدد. خدا شما خیر بنشید. سلامت باشید. خداوندا، خداوندا، ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن خدایا، خداوندا، خداوندا، دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.